سوال اول من درباره مشارکت کم در انتخابات مجلس در ایران است که وزارت خارجه آمریکا آن را به خاطر رد صلاحیت نامزدهای جلی عنوان کرد. به نظرتان مردم با این میزان مشارکت چه پیامی برای مقامات فرستادند؟ رژیم ایران نیازی ندارد که ما آنچه که خودشان میدانند برایشان بازگو کنیم یعنی برگزاری انتخابات جلی و ساختگی اگر اجازه ندهید افراد خوب رقابت کنند رای که میخواهند به آن افراد رای در خانه میمانند من مشتاقانه در انتظار یک دموکراسی واقعی در ایران هستم یعنی هر کس که میخواهد بتواند در انتخابات شرکت کند و هر کس که میخواهد نظر خود را بیان کند قادر به انجام این کار باشد سال دوم من درباره ویروس کرونا که ظاهرا در ایران همگیری شده است ارزیابی شما درباره نحوه مدیریت رژیم در مقابله با آن چیز. اخباری مبنی بر رسیدن محموله از سازمان جهانی بهداشت به ایران مخابره شده است. آیا فکر می‌کنید به کنترل وضعیت در ایران کمک می‌کند؟ این رژیمی است که سامانه دفاع هواییش را در بالاترین سطح هشدار قرار داده بود بدون اینکه سیستم ناوری هوایی غیر نظامی را مطلع کند. این امر منجر به آن تراژدی شد که همه از آن باخبرند وقتی شما با چنین رژیمی مواجهید که حاضر به اجرای دموکراسی نیست کارآمدیاش را از دست میدهد و هر سال فاسدتر می شود، این مسئله وقتی مشهودتر می شود که آن فاجعه تراژیک را مرتکب می شود و یا سوء مدیریتش در مقابل با شیوع ویروس کرونا ما برای مردم ایران و چین ابراز همدردی داریم و می با همکاری یکدیگر شیوع این بیماری را کنترل کنیم. کنترل آن در ایران در صورتی که رژیم به بررسی های دقیق تن می داد آسان تر در کل مقابل با آن در دولت دموکراتیک و شفاف آسان تر است. In the future, an open, transparent, democratic government works better. ماه اکتبر نزدیک است پایان مهلتی است که قدنامه شورای امنیت 2231 به ایران اجازه خرید و فروش تسلیحات متعارف را میدهد چین و روسیه اعلام آمادگی کردند که به ایران تسلیحات بفروشند به عنوان عضو کنگره قوه مقننه چه اقدامی میتواند انجام دهد که به دولت پرزیدنت ترامپ برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت و عدم وتوی چین و روسیه کمک کند خب طبیعی است که باید به چین و روسیه فشار وارد کنیم. مردم ایران نیازهای زیادی دارند و سلاحهای متعارف در صدر آنها نیست. مثلا باید درآمدشان برای خرید لوازم پزشکی برای مقابله با ویروس کرونا هزینه شود واقعیت امر این است که ایران همکنون به مفاد برجام پایبند نیست البته آمریکا هم از آن خارج شد اما توافقی که ایران وارد آن شد خلاصی از تحریم های شورای امنیت همزمان با تن دادن به برجام بود ایران همکنون توافق را نقض کرده است بنابراین تحریم های شورای امنیت باید ادامه یابد بنابراین برای متقاعد کردن چین و روسیه باید سرسختانه با آن دو برای حل مسائلی که با آنها داریم وارد مذاکره شویم.